برای وام ازدواج من بانک رفتم، گفتن که گواهی اشتغال به کار میخواد، که من گفتم که من کار نمیکنم، خانه دارم. گفتم نه، حتما باید گواهی اشتغال به کار باشه. سر زامنا هم اگه یکم بیشتر همکاری کنن، خیلی ها زامن ندارن، با زامن بازنشسته ندارن، کارمند رسمی، فیش حقوقی واقعا خیلی ها ندارند. از اون فکر میکنم اصلا هیچ ارگانی نیست که کارمند رسمی بخواد استخدام کنه که بیاد زامن بشه. بعد خیلی ها میدونم سر همین زامن به مشکل برخوردن جوونا. زامن میخوام برای هر نفر، یعنی برای یه آقا دو تا زامن میخوام، برای یه خانومم دو تا زامن جدا میخوام، زامن معتبر، یعنی زامن نهیبند یه کارگر ساده که تامین اجتماعی موجود به قبول نمی کنم، که حتما باید که پاسی جایی داشته باشی توی یه دونه بانک بتونم در عرض مثلا یه دو ماه بهت وامه چا بدم. ولی این بانکی که من اقدام کرده بودم انگار 4 تا زامن میگرفتن، یعنی علاوه بر اون 2 تا زامن یک چک و یک سفته هم حالا مبالغش متفاوت بودش، اون رو هم دریافت میکردن. و یه موضوعی که خیلی حالا بر من جالب بود این بود که حتما زامن ها باید حقوقشون بالای 5 میلیون باشه. بعد من تا زمانی که این مدارک رو جور کنم و هماهنگ کنم زامن هام و اینها رو، خیلی طول کشید و من مجبور شدم که ثبت نامم رو حذف کنم. کسی که میان درخواست وام ازدواج میکنن زامن ندارن، یا اینکه اگر هم داشته باشند کسی مشتاق نیستش که بیاد ضمانت رو انجام بده. به طور معمول اگر از 50 تا با تسهیلات بخوام توی بخش پرداخت کنیم، شاید 10 تا 15 تاشون به راحتی بتونن ضامن جور کنن. ما باید تاثیر کنیم که اصلا نیازی به ضامن نباشه و این اصلا باید طوری باشه که اصلا بدهی جریمه‌ای به اینها نخوره. و یا اینکه قسمتی هست که اینها یارانه میگیرن، از بخش یارانه اینها بتونه کم بشن. در هر صورت باید یک توجیه داشته باشه که اینها مشتاق بشن که این وام رو به راحتی بگیرن. اینا نکته هایی هستش که موجب میشه که اینها بنده خدا نرن دنبال خرید و فروش وام ازدواج که بخوان درصدی از این وام رو به کسی دیگه بدن، معاملات سودی صورت بگیره. بانک هم اول بسم الله، بعد حالا 3-4 هفته برای من پول اومد تو حسابم، خود بانک نفری 2 میلیون از هر کدوم برداشت. اگه بشه اون کارمزد رو اقصادش کرد بیاد رو همین قسطامون خیلی بهتر میشه. وقتی که یک مشتری یک تسهیلات قرضدار هستنه و وام قرضدار هستنه گرفته، اگر اینو تقسیم کارمزدش هم محاسبه کردیم، کارمزد رو کلن به اضافه قسط میکنیم، تقسیم بر 60 بکنیم و هر ماه مشتری قسمتی از پولی که داره پرداخت میکنه به عنوان قسط، قسمتیش کارمزد باشه و قسمتیش اصل وامی که دریافت کرد. این میتونه یه روش شاید بهتر برای مشتریم باشه. ما هم به عنوان بانک مسکن این موضوع رو به بانک مرکزی گزارش کرده و در حقیقت منتظریم که شاید اگر بانک مرکزی بپذیره به ما ابلاغ بکنن که روش رو عوض میکنیم.